سرخط خبرها. رئیس جمهوری لبنان خواستار استقرار حکومت لایک شد. حزب الله لبنان برای توافق سیاسی مشروط اعلام آمادگی کرد. نصرالله: حزب الله لبنان یک سرباز اسرائیلی را خواهد کشت. پرسش جهرمی جنجال ساز شد. اگر امام حسین الان بود، اینترنت قطع می شد. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. میشل آن، رئیس جمهوری لبنان، روز یکشنبه ضمن تأکید بر لزوم تغییر نظام سیاسی این کشور، خواستار استقرار حکومت لایک شد. به گزارش یورونیوز، رئیس جمهوری لبنان این سخنان را در آستانه سفر امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود، به بیروت بیان کرد. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، ساعتی پیش از اظهارات میشل آن برای گفتگو درباره میثاق سیاسی جدید در لبنان اعلام آمادگی کرده بود. تقسیم قدرت بین پیروان هر مذهب همکنون پایه ساختار سیاسی لبنان است. بنابر میثاق ملی لبنان که همکنون اجرا می شود، رئیس جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست وزیر از میان مسلمانان سنی و رئیس مجلس از میان مسلمانان شیعه انتخاب می شود. میشل آن در سخنان روز یکشنبه خود گفت: از آنجا که باور دارم تنها یک حکومت لایک می تواند با حمایت از تکثرگرایان را حفظ کند و به اتحادی واقعی تبدیل کند، درخواست می‌کنم که در لبنان حکومت لایک اعلام شود. امانوئل مکرون پس از انفجار مهیب در بندر بیروت اولین رهبر خارجی بود که به لبنان سفر کرد. رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر خود خواستار اجرای اصلاحات سیاسی در لبنان شده بود. او همچنین وعده داده بود که ظرف مدت کوتاهی بار دیگر برای پیگیری اصلاحات سیاسی به لبنان سفر خواهد کرد. دست کم 188 نفر بر اثر انفجار بندر بیروت در روز 4 اوت 14 مرداد کشته شدند. بیش از 6500 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند. از ساختار سیاسی لبنان به عنوان عامل اصلی بن‌بست سیاسی کنونی در این کشور یاد می شود. قرار است اعضای پارلمان لبنان روز دوشنبه به رایزنی برای انتخاب نخست وزیر این کشور بپردازند. از مصطفی ادیب، سفیر لبنان در آلمان، به عنوان گزینه اصلی برای نخست وزیری یاد شده است. حسن دیاب، نخست وزیر لبنان، پس از انفجار بندر بیروت از سمت خود کنارگیری کرد. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، اعلام کرد این گروه برای توافق سیاسی جدید مورد نظر فرانسه آماده است، اما به شرط اینکه موافقت همه گروه‌های سیاسی جلب شود. لبنان در آستانه تشکیل دولت جدید قرار دارد. حامیان مالی دولت از جمله فرانسه خواهان توافق سیاسی جدید و اصلاحات شدند. رئیس جمهوری فرانسه یک روز پس از معرفی نخست وزیر جدید لبنان به این کشور سفر خواهد کرد. حزب الله لبنان که سالها وجهه سیاسی خود را در لبنان حفظ کرده بود، از سوی بخشی از مردم مسئول بروز وضعیت فاجعه بار کنونی شناخته می شود و انتقادها از این گروه به طرز کم سابقه ای افزایش یافته است. در آستانه تشکیل دولت جدید در لبنان و سفر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه به این کشور، سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، روز یکشنبه 3 اوت مصادف با 9 شهریور ماه، در سخنرانی خود به مناسبت روز عاشورا برای یک توافق سیاسی مشروط اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سید حسن نصرالله گفت: رئیس جمهوری فرانسه در آخرین دیدار خود خواستار یک توافق جدید سیاسی شد. ما آماده ایم تا در آرامش برای رسیدن به یک توافق سیاسی جدید مذاکره کنیم، اما به شرط اینکه این توافق با موافقت همه گروه‌های سیاسی لبنان انجام شود. نصرالله گفت: حزب الله با اصلاحات گسترده موافق است، اما به شرطی که برای توافق در مورد آن مکانیزمی وجود داشته باشد. انفجار بیروت و به دنبال آن اعتراضات خیابانی گسترده به استعفاء کابینه حزب الله لبنان و متحدانش منجر شد. میشل آن، رئیس جمهوری لبنان که حزب او یعنی جنبش آزاد میهنی لبنان، از متحدان حزب الله در پارلمان به شمار می رود. قرار است فردا دوشنبه در جلسه ای با اعضای پارلمان نخست وزیر جدید لبنان را معرفی
کلیک کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز سه‌شنبه به لبنان سفر خواهد کرد تا طرحی برای نجات لبنان از بحران عمیق مالی اندیشیده شود. حامیان مالی خارجی دولت لبنان از جمله مکرون خواهان اصلاحات برای باز کردن راه کمک‌های مالی به لبنان هستند. اصلاحاتی که علاوه بر تشکیل دولت موفق برگزاری زود هنگام انتخابات پارلمانی را نیز شامل می شود. همچنین حسن نصرالله یک شنبه 9 شهریور در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که این گروه شبه نظامی یک سرباز اسرائیلی را در تلافی کشته شدن یکی از نیروهای خود در سوریه خواهد کشت. او با این حال تاکید کرد حزب الله قصد ندارد وارد درگیری با اسرائیل در مرز لبنان شود. نصرالله گفت اسرائیل باید بداند که وقتی یکی از مجاهدین ما را می‌کشد، ما یکی از سربازانش را خواهیم کشت. این یک تساوی است. او همچنین اضافه کرد اکنون فقط مسئله زمان این کشتن مطرح است. پیشتر به دنبال کشته شدن یکی از فرماندهان حزب الله در سوریه در جریان یک حمله هوایی که به اسرائیل نسبت داده شد، حزب‌الله لبنان تهدید کرده بود از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. پرسش توییتری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران منجر به شبیه‌سازی تاریخی بین حکومت جمهوری اسلامی و حکومت‌های صدر اسلام و طرح انتقادات گسترده از سوی کاربران شد. محمد جواد آذری جهرمی در توییتی که روز شنبه 8 مرداد منتشر کرد با اشاره به عاشورا پرسید که اگر امام سوم شیعیان در این زمان بود چه می‌کرد. در همین زمینه کاربری خطاب به جهرمی نوشت امام حسین را نمیدونم، اما اگه نظام اموی بود قطعا اینترنت رو قطع میکرد تا کسی نفهمه کربلا چه خبره. اشاره این کاربر به اعتراض‌های آبان 98 بود که پس از بروز درگیری معترضان با ماموران امنیتی، حکومت ایران برای جلوگیری از اطلاع رسانی درباره سرکوب معترضان اقدام به قطع کامل اینترنت کرد. شبیه این پاسخ در بسیاری از توییت‌ها بازتاب یافته است و برخی کاربران با اشاره به روایت‌های تاریخی درباره عاشورا، قطع اینترنت توسط حکومت را با قطع آب توسط سپاهیان یزید مقایسه کرده بود. بودند. با این حال کاربرانی هم بودند که این مقایسه تاریخی را نادرست دانستند و رفتار یزید در مقابل بازماندگان ماجرای عاشورا را بهتر از رفتار جمهوری اسلامی در مقابل منتقدان خود توصیف کردند. از جمله کاربری با اشاره به این مقایسه ها نوشت که یزید حتی خطبه های زینب را قطع نکرد. برخی دیگر از کاربران با اشاره به رفتارهای حکومت ایران با منتقدان سیاسی و همچنین صدور احکام اعدام برای مخالفان اشاره کردند که اگر امام سوم شیعیان اکنون حضور داشت با دستور حکومت در زندان یا بازداشت خانگی بود و کاربران توییتر باید هشتگ می زدند که او را اعدام نکنید. برخی کاربران هم با کنایه نوشتند که اگر امام حسین اکنون حضور داشت علیه حکومت قیام می کرد و بعد به عنوان اغتشاشگر در تلویزیون اعتراف اجباری می کرد و می گفت این کارها زیر سر آمریکا بوده است. در بسیاری از پاسخ دیگر کاربران توییتر با شبیه‌سازی رفتارهای جمهوری اسلامی تلاش کردند تصویری از 40 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای ارائه دهند. در این میان کاربران حامی رهبر جمهوری اسلامی که منتقد سیاست‌های دولت روحانی و از جمله وزیر ارتباطات هم هستند به این پرسش واکنش نشان دادند. از جمله کاربری در یک شبیه‌سازی تاریخی نوشت که اگر امام سوم شیعیان اکنون بود شاید کل هیئت دولت ما توی سپاه یزید بود.